کدنویسی و نرم افزار سازی در تلفن های هوشمند. تلاش برای استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده در موترها. استفاده از درون ها برای انتقال بسته های پستی و سایر گزارش های دیگر در کاروان، ویژه برنامه تکنولوژی از صدای آمریکا. سلام، داود صدیقی هستم و شما برنامه هفتواره کاروان مشاهده می کنید. آیا امکان این وجود دارد که در تلفن هوشمند کد نویسی کرد و نرم افزار ساخت؟ یک شرکت کوچک در نایجیریا با آنده افرادی که دسترسی به کمپیوتر ندارند کد نویسی را در تلفن همراه آموزش می دهد. در دنیای امروز افراد زیادی به تلفن های همراه دسترسی دارند و کد نویسی در این وسایل می تواند زمینه آموزش این مهارت را برای بسیاری ها فراهم سازد. شرح بیشتر در این گزارش. ساموئل آنیالی همیشه به شاگردان خود میگوید هر آنچه را که برای کدنویسی نرم افزار نیاز دارند می توانند در تلفن همراه خود پیدا کنند. او کدهای HTML را که در صفحه نمایشی در صنف کوچک نمایش داده می شود در تلفن هوشمند می نویسد. این صنف در منطقه یابا در شهر لاگوس موقعیت دارد و مردم این ساحه را به نام سیلیکون والی نایجیریا یاد می کنند. شاگردان او نخست به صفحه بزرگ و سپس به صفحه کوچک در دستان خود نگاه می کنند. برای این که در یک جا ساکن نباشید باید از تلفن همراه استفاده کنید. در محیطی که ما زندگی می کنیم شمار زیاد از افراد در مقایسه با کمپیوتر به تلفن های همراه دسترسی دارند. بنابراین با آموزش نحوه کدنویسی در تلفن های همراه ما به طور مؤثر و بدون در نظر داشته داشتن و یا نداشتن کمپیوتر با آنها ابزاری را فراهم می کنیم که کار کنند. بسیاری از جوانان نایجیریایی مهارت کدنویسی را به حیث راه درآمد از مشتریان و شرکت‌های می‌بینند که در نقاط مختلف جهان قرار دارند. فرصت‌های شغلی در نایجیریا، کشور با 200 میلیون جمعیت، بسیار محدود است. 2/3 افرادی که در میان 15 تا 34 سال عمر دارند، بیکار و یا کمکار هستند. آقای آنیالی صنف‌های کدنویسی ابتدایی را به طور رایگان و صنف‌هایی که برای افراد حرفه‌ای تنظیم شده است را با دریافت مبلغ $210 آمریکایی در یکی از چندین شرکت شهر لاگوس آموزش می‌دهد که در این بخش فعالیت دارند. اندیلا مشهورترین شرکت آموزش کدنویسی در این منطقه می باشد که از سوی مارک زاکربرگ رئیس شرکت فیسبوک کمک مالی دریافت کرده است. چنانسو اوکافور 20 ساله یکی از دانشجویان آقای آنیالی است که اکنون در حال ساخت وبسایت برای مشتریان می باشد. او می گوید که استفاده از تلفن برایش به این معنا است که پس از قطع شدن برق و ختم شدن چارج بیتری لپتاپش می تواند به کارش ادامه دهد. چند پیش مشتری داشتم که باید کارش در زمان معین تمام می شد. برای اینکه در ضرب الاجل تعیین شده کار را تمام کنم برق نبود و لپتاپ هم چارج نداشت. بنابراین مجبور شدم این داده ها را به تلفن خود منتقل کنم و در تلفن ادامه دهم تا کارم را به موقع تمام کنم. سال گذشته استرایپ، یکی از شرکت‌های بزرگ در سیلیکون والی، شرکت پیستک نایجیریایی را که در بخش تکنولوژی‌های اقتصادی فعالیت می‌کند، با قیمت $200 میلیون خریداری کرد. همچنان ارزش شرکت فلاتر ویو نایجیریا که در داد و ستد مالی کار می‌کند، $1 میلیارد تخمین زده شده است. این دو مثال آنچه را در نایجیریا در بخش تکنولوژی ممکن است، به وضاحت نشان می‌دهد. جوزف اگون بیاد بنیانگذار شرکت یونیورسیتی است که افراد را در بخش کدنویسی و انکشاف نرم افزار آموزش می دهد. اگر در محلتان کار پیدا نکردید، مشاغل بین المللی وجود دارد و در کارهای جهانی اگر در اروپا کار پیدا نکردید، در آمریکا پیدا خواهید کرد. اگر در آمریکا پیدا نکنید، در آسیا خواهید یافت. اگر شغل تمام وقت پیدا نکردید، می توانید به طور آزاد کار کنید. اگر کار آزاد نبود، می توانید شرکت خود را ایجاد کنید. اگر این کار را نکردید، می توانید یک کار کوچک را ایجاد کنید و برای مردم اپلیکیشن و نرم افزار بسازید. بنان می دانید که حالا عصر انکشاف نرم افزار است. اما
آقای انیالی میگوید که برخی ها نمی توانند تلفن را فراتر از یک وسیله سرگرمی ببینند و او این تردید را یک مانع ذهنی توصیف می کند که بسیاری ها نمی توانند بر آن غلبه کنند. با این تردید که ما خود نویسی را در تلفن همراه با مردم می آموزیم و آنها تصور می کنند که این یک کار کودکانه بوده و حرفی نیست، چیزی است که مجبوریم با آن مقابله کنیم. هدف از صنف‌های آموزشی آقای انیالی عوض کردن لپتاپ با تلفن‌های هوشمند در کدنویسی نیست، بلکه او می‌خواهد افرادی را که کامپیوتر ندارند قادر سازد که در کدنویسی ابتدایی از تلفن استفاده کنند و فرصتی را برای افراد حرفه‌ای مساعد می‌سازد که می‌خواهند در جریان حرکت و سفر با امکانات محدود کدنویسی کنند. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د لمریزې برېښنا تولید مخ په ډېرېدو ده او اوس په ځینو هیوادونو کې له دغې لارې پاکه دوامداره او ارزانه انرژي خلکو ته برابرېږي. په همدې لړ کې د برازیل د ریو د جنیرو د ښار په څنډو کې د غیر پلان شوي او بېوزلو خلکو کورونو ته هڅه کېږي د سولار د تختو له لارې پاکه انرژي برابره شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د ریویلیو سولر په نامه دغه پروژه په 2015 کال کې په دې هدف پیل شوه چې د ریو د ښار په څنډو کې د بېوزله خلکو کورونو ته پاکه دوامداره او ارزانبیه انرژي برابره کړي. تر دې دمه د بابیلونیا او چپیو منګویرا د سیمو په کورونو د سولر تختې ویشل شوي دي. د سولر د تختو له لارې تولید شوې برېښنا د برېښنا عمومي شبکې ته ورځي او په بدل کې د سیمې اوسیدونکو ته د مصرف شوي برق په قیمت کې تخفیف ورکول کیږي. د خوښۍ ځای دی چې موږ وکولی شول په برازیل کې د یوې تاریخي وبا او یو تاریخي روغتیایي بحران په منځ کې د سولر د انرژۍ یو کوپراتیف جوړ کړو. خلک اوزګار دي، وږي دي، واکسین شوي نه دي او موږ د دغه کوپراتیف په جوړولو سره غواړو چې د دوی د برق مصرف کم کړو او د دغو بېوزلو سیمو اوسیدونکو ته د کار او عاید د ترلاسه کولو زمینه مساعده کړو. د ریویلو سولر د پروژې د چارواکو په خبره د ریو د جنیرو په ښار کې د دودیزې برېښنا بیه په تیره لسیزه کې 115 سلنه لوړه شوې او په ښار کې د سولر د تختو د نصبولو بهیر 15-80 سلنه راټیټ شوی. په دې توګه اوس د ښار د تر ټولو بېوزله سیمو اوسیدونکي کولی شي ورڅخه ګټه واخلي. د پروژې ملاتړي غواړي چې دغه پروژې ته نوره پراختیا هم ورکړي او د زیاتو نورو کورنو د پاسه د سولر تختې نصب کړي چې نه یوازې د بېوزله سیمو اوسیدونکو ته کافي برېښنا برابره کړي، بلکې همدارنګه کولی شي د ریو په ښار کې د کاربن تولید کچه هم راټیټه کړي. د فضایي الوتنو یو خصوصي شرکت په بریالیتوب سره یوه سفینه چې انسانان پکې سپاره وو فضا ته پورته کړه او د امریکا د فضایي چارو اداره ښایي وکولی شي له فضا څخه په ځمکه کې د اوشیندونکو غرونو د فعالېدو وړاندوینه وکړي. دا او د تېرې اونۍ یو شمېر نور فضایي خبرونه په دې رپورټ کې وګورئ. تېره اونۍ د فضایي الوتنو یو خصوصي شرکت ورجن ګلاکتیک د امریکا له نیو مکسیکو ایالت څخه په بریالیتوب سره لومړنۍ بریالۍ فضایي الوتنه ترسره کړه. د وی ام اس ایو لوی سفینې د غږ له سرعت څخه د درې چنده زیات سرعت له اخیستو وروسته د وی اس اس یونیټي سفینه چې دوه کسه عمله یې درلوده په فضا کې خوشې کړه. د یونیټي سفینه د ځمکې له سطحې 80 کیلومتره لوړه شوه. دا د دغه شرکت لخوا د فضایي سیاحت لپاره د چمتووالي په خاطر درېیمه ازمایښتي الوتنه وه. د راپورونو له مخې دغه شرکت د فضایي سفرونو لپاره په سلګونو فرمایشونه ترلاسه کړي دي. د یادونې وړ ده چې د هر فضایي سفر لګښت د 2500 امریکایي ډالرو په شاوخوا کې دی. همدارنګه تېره اونۍ د اروپا فضایي ادارې د سپوږمۍ مدار ته څرخېدونکو سټلایټونو د استولو په خاطر خپل لیدلوری شریک کړ. دغه پروژه به د سپوږمیزو سټلایټونو د یوې ټولګې له لارې د اتصالاتو او لارموندنې د یوې مؤثرې شبکې په جوړولو سره په سپوږمۍ کې اغېزمنو څېړنو او پلټنو ته لاره هواره کړي، خو دا به یوازې یو پیل وي. دغه یوازې یو پیل دی، ځکه د سپوږمیزو سټلایټونو شبکه به چې مون لایټ نومیږي ښایي سپوږمۍ ته د نورو هیوادونو د سفر کولو په څرنګوالي کې بدلون راولي.
سپوږمۍ ته استول کیدونکې سفینې به سپکې او ارزانه وي، ځکه د اتصالاتو او لارموندنې درنې وسیلې به نه لیږدوي. ټاکل شوې ده چې د لونر پت فاینډر په نامه د اتصالاتو لپاره ځانګړی شوی سټلایټ تر 2024 کال پورې فعال شي. په ورته وخت کې له ناسا څخه په یو خبر کې راغلي چې سټلایټونه ښایي میاشتې یا آن کلونه مخکې د ورشیندونکو سیمو د فعالېدو په هکله خبرداری ورکړل شي. د الاسکا د پوهنتون څېړونکی تارسیلو ګرونا وایي په ځمکه کې د هوا د درجې متغیر حالت ښایي ساینسپوهانو ته د وړاندوینې د کولو نښې نښانې برابرې کړي. د دغې څېړنې ډېره مهمه برخه دا ده چې موږ څنګه کولی شو د ورشیندونکو سیمو د پاسه د تودوخې د هغو نښو د تودوخې د خپرېدو د نښو چې موږ یې وینو په ګټه اخیستو د ورشیندونکي په هکله ښه وړاندوینه وکړو. د ناسا یو ټیم د ځلیدونکې تودوخې په هکله د سټلایټونو لخوا له 14 کلونو څخه په زیاته موده کې اخیستل شوې نمونې تجزیه او تحلیل کړلې او دې نتیجې ته ورسېد چې د اورشیندونکو د پاسه د تودوخې درجه د اورشیندونکي له فعالېدو مخکې د سانتیګراد په کچه 1 درجه لوړه شوې وه. د نړۍ د 1500 فعال اورشیندونکو له جملې څخه یوازې یو محدود شمېر یې د اورشیندنې له فعالېدو مخکې د زلزلې د څارنې له خبرداري څخه د ابتدایي نښې په توګه کار اخلي. او په پای کې تیره اونۍ د سوپرمون په نامه د سپوږمۍ هغه بشپړ ډول ولیدل شو چې سپوږمۍ مځکې ته نږدې کیږي او په ډېرې لویې بڼې سره لیدل کیدلی شي. د سوپرمون په حالت کې سپوږمۍ د نورمال حالت په پرتله 14 چنده لویه ښکاري. د یادونې وړ ده چې سپوږمۍ په دغې بڼې هر کال 2 ځلې راښکاره کیږي. و حال مروری داریم بر خبرهای از جهان تکنولوژی و معلومات جالبی که در رسانه‌های اجتماعی در رابطه با تکنولوژی به نشر رسیده است. در این بخش همکارم جیلا نوری ما را از خانه خودم راهی می‌کند. جیلا جان سلام. دوجا سلام خدمت شما، خدمت بیننده برنامه کاروان. هفته باز هم برخی رویدادها و معلومات تکنولوژی را در گزارش شما داده کردیم که با توجه شما می‌رسانم و در بخش رسانه‌های اجتماعی با گزارش‌های بیشتر باز هم از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، ایالات متحده بین سال‌های 2017 الی 2021 در رأس فهرست کشورهای قرار داده شده است که بیشتر هدف نفوذ فریبنده خارجی از طریق فیسبوک قرار گرفتند. طبق یک گزارش جدید، کاربران فیسبوک در ایالات متحده نخستین هدف عملیات نفوذ مخربانه و بدخواهانه بودند. در این گزارش که اخیراً توسط فیسبوک به نشر رسیده است، آمده است که این شبکه اجتماعی در برابر آنچه رفتار جعلی هماهنگ شده عنوان شده است، مبارزه می‌کند. فیسبوک می‌گوید بانک اکثریت فعالیت‌های جعلی مخربانه از روسیه سرچشمه می‌گیرد. شمار شبکه‌های تئوری توطئه، علاقات منزوی شده سیاسی، شرکت‌های مشورتی و وبسایت‌های داخلی آمریکا نیز در کمپاین نفوذ مخرب بالای کاربران فیسبوک در آمریکا دست داشتند. در گزارش دیگر از روسیه، شرکت تکنولوژی سابر آتو تک از حمایت مالی سابر بانک، بزرگترین بانک قرضدهی روسیه برخوردار است. موتور کاملا خودکار برقی را به نام فلپ ساخته است و اسم آن را تاکسی آینده گذاشتند. قابل یادآوری است که سابر بانک در بخش‌های متنوعی چون انتقال غذا، خدمات تاکسی، خدمات کلاود و امنیت سایبری سرمایه‌گذاری نموده و با اختراع یک دستیار مجازی و اسپیکر هوشمند و برخی وسایل دیگر و اختراع وسایل تکنولوژی نیز پرداخته است. فلپ به اندازه یک موتور مسافربری ساخته شده و 6 نفر را منتقل می‌کند. این موتور با بلندترین معیارهای بین‌المللی عیار شده است تا کنون در مسیرهایی که مردم عام از آن استفاده نمی‌کنند امتحان شده است. این موتور بطری های دارای قابل تعویض است و موتور برقی آن با نوع تیل هیدروژن و پترول نیز قابل استفاده می باشد. موتور به شکل گل رفتگی شبیه موتور استفاده شده در فیلم دهه 80 اتحاد شوروی سابق به نام مهمان از آینده دیزاین شده است. و در گزارش دیگر، برای علاقه‌مندان تلفن‌های هواوی، شرکت چینایی هواوی این هفته سیستم عامل هارمونی مربوط تلفن‌های خود را برای نجات از تحریمات آمریکا عرضه کرد. سیستم عامل هارمونی او اس در نوع مدل‌های مشخص شده هواوی اضافه شدند. کاربران می‌توانند که سیستم عامل فعلی در تلفن‌های هواوی خود که سیستم عامل متکی به اندروید گوگل می‌باشد، با سیستم عامل تازه هارمونی او اس هواوی عوض کنند. تولیدات شرکت هواوی در ایالات متحده مورد تحریم قرار گرفتند و اکثر تلفن‌های اندروید از سیستم عامل اندروید گوگل استفاده می‌کنند.
شرکت هواوی این سیستم جدید را با گزینه‌های استفاده در پایگاه‌های مختلف به شمول لپ‌تاپ‌ها، ساعت‌ها، موتور و وسایل برقی غیره نیز اضافه کرده است. هواوی می‌خواهد سیستم عامل هارمونی را در 20 میلیون نسخه از تلفن‌های خود و در سایر تلفن‌های اندروید شرکت‌های دیگر الی آخر امسال اضافه کند. شرکت هواوی بالای ساختن این سیستم عامل جدید از سال 2016 بدین سو کار می‌کند. در یافتن صفحات اجتماعی بیشتر بحث های چگونگی استفاده از گزینه ذخیره در تلفن های هوشمند، پرداخت عضویت ماهانه، ترویجات جدید تکنولوژی و همینطور برخی تازه های سیستم های عامل مایکروسافت و گوگل بیشتر بازتاب یافته است. از جمله شرکت گوگل یافته اعلام کرده که از اول ماه جون ذخیره عکس های جیمیل محدود می سازد. کاربران میتونن که پس از 15 جی بی عکس های خود را در جیمیل یا ذخیره گوگل حفظ کنند و ویدیوهایی که فقط مدت 10 دقیقه داشته باشه حفظ خواهد شد. کاربران باید پس از این ماهانه ماه $2 عضویت ماهانه به شرکت گوگل برای استفاده ذخیره جیمیل بپردازند. علاقمندان ترویجات شرکت سونی از نشر گزارش ها در مورد عرضی گوشی های جدید بی سی و پیشرفته شرکت سونی استقبال کرده. قرار است شرکت سونی گوشی های جدید به زودی با قیمت های مشابه گوشی های قبلی خود عرضه کند که کیفیت صدا و همچنان دستیار صدا در او بهتر ساخته شده است. یک مبتکر تکنولوژی در ایالت کالیفرنیا کلاس های ویژه را برای فرام گرفتن مهارت های به خصوص دیزاین و برنامه‌ریزی که سیستم های کامپیوتر ها به نام اوپن سی وی دیزاین کرده که این کلاس با فیس کم برای کاربرا یاد می دهد تا برخی از مهارت ها را به خصوص کد گذاری و دیزاین گرافیک، مثلا تغییر تصاویر محرک که در فیسبوک و اینستاگرام بیشتر طرفدار داره، اینا را به شما یاد می دهد و قرار است که این کلاس ها هم به زودی برای علاقمندا ارزش شد. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در ایالت کلوریدو نوع چراغ یا پایه تلفن با چراغ ساخته که قاطی و سبک است و این چراغ که دیلایت نام داره و در اصل 3 نوع چراغ با اندازه‌های مختلف و پایه خاص برای تلفن داره. این پایه هوشمند حدود $75 قیمت داره و به زودی در تابستان امسال به بازار عرضه میشه. یک شرکت بریتانوی نوع منقل هوشمند برقی را دیزاین کرده که این منقل کوچک و سبک است و با درجه حرارت متفاوت و صفحه شیشه‌ای میتونه که انواع غذاها را در درجه حرارت مختلف و رقم خواسته باشین بپزه. و در یفته یکی از چینل های یوتیوب ها به نام جی اس ام ارنا به شما انتخاب کردیم که در این چینل انواع تکنولوژی جدید سیستم عامل اندروید مانند تلفن و ساعت، لپتاپ و همچنان تبلت ها و برخی از خصوصیات برخی لپتاپ هایی که ممکن علاقمند باشین که بدونین، در این چینل معلوماتش در قالب ویدیو جانیده شده که اگر علاقمند هستین برخی از این معلومات ها را خودش رو به دست بیارین میتونه که به چینل یوتیوب رجوع کنین و این معلومات هم به دست بیارین. اسم چینل را یادداشت کنین، GSM Arena. این بود مرور کوتاه به برخی از گزارش ها و معلومات تکنولوژی که در صفحات مختلف اجتماعی بین کاربرا بازتاب یافته بود که به توجه رساندم. ادامه برنامه را با گزارش های بیشتر تکنولوژی همراه با همکارم داوود صدیقی دنبال نمید. د موټر جوړولو جرمنی شرکت بی ام دبلیو د خام موادو د بیې د زیاتېدو سره بیا هم په 2020 کال کې د ګټې خپل ټاکل شوي هدف ته رسیدونکی ښکاري. که څه هم په نړیواله کچه د چپونو کموالی موجود دی چې ښایي د روان کال په دوهمه ربع کې د موټرو پر تولید منفي اغیز ولري. نو حال په دې ریپورټ کې د نړۍ په کچه د موټرو د جوړولو ډیر شرکتونه د نیمه هادي چپونو له کمښت سره مخامخ دي چې له امله یې د بسته‌بندۍ ډېرې کارخانې تړل شوي دي. په ګودامونو کې د چپونو موجودیت کم شوی او د نویو او زړو موټرو بیې لوړې شوي دي. د بی ام دبلیو د شرکت یو مسؤول اولیور زیپسی وایي دی فکر نه کوي چې دغه ستونزه به د دوی د موټرو د تولید په پروسې باندې ناوړه اغیز وکړي او شرکت به یې په وړاندې د هغو موټرو په تولید سره غبرګون وښیي چې د ګټې کولو اندازه پکې زیاته ده. د بی ام دبلیو شرکت وایي د روان کال په لومړۍ ربع کې د برقي موټرو پلور دوه چنده شوی او دغه شرکت د برقي موټرو له لوړې بیې او په چین کې دغو موټرو ته د غوښتنې له زیاتوالي چې د تیر کال په پرتله د روان کال په لومړۍ ربع کې دوه چنده شوې زیاته ګټه ترلاسه کړې ده.
دغه شرکت هیله من دی چې تر 2025 کال پورې به 2 میلیونه برقی موټر جوړ کړي. بی ام دبلیو تر دې دمه د نیمه هادي چیپونو د کمښت له ستونزې خوندي پاتې شوی، خو د دغه شرکت سیال د اروپا په کچه د موټرو تر ټولو لوی جوړونکی شرکت ولکس واګن یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د ولکس واګن شرکت رئیس په دې وروستیو کې وویل چې دغه شرکت د چیپونو د کمښت له امله له بحران سره مخامخ دی او ښایي د روان کال په دوهمه روبه کې د شرکت په ګټې ناوړه اغیزه وکړي. د فورډ شرکت هم وایي چې د چیپونو د کمښت له امله ښایي د روان کال په دوهمه روبه کې د تولید کچه نیمایي ته راټیټه کړي. د بی ام دبلیو شرکت د پرزولو چمتو کوونکو شرکتونو سره د قوي اړیکو په درلودلو مشهور دی او د تولید په پروسه کې د اخلال د مخنیوي لپاره یې هڅې کړي دي. د لنډ وخت لپاره په بریتانیا کې د دغه شرکت د مینی په نامه موټر د تولید د کارخانې او په جرمني کې د یوې بلې کارخانې له تړل کېدو پرته یې د تولید پروسه ډیره نه ده اغیزمنه شوې. له یو ځیرک تلیفون څخه د اپلیکیشنو او د جی پی ایس د کارولو په خاطر د ګټې اخیستلو پر ځای یو شرکت غواړي داسې یوه ځیرکه ښیښه جوړه کړي چې د موټر د مخې او څنګ په ښیښو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیدای شي او د اګمنټډ ریالټي یا ای آر د ټکنالوژۍ پر مټ کې شیان په مجازي بڼې لیدل کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. له موبایل تلیفون څخه د لارموندنې لپاره ګټه اخیستل ښایي ګټور وي، خو چلوونکی بیا هم مجبور دی چې له سړک څخه خپلې سترګې تلیفون ته راواړوي چې د تلیفون په کوچنۍ ښیښه کې د لارې جزئیات وګوري. یو شرکت غواړي چې د موټر د مخې مکمله ښیښه د لارموندنې په یوې وسیلې بدله کړي. موږ له انسان څخه لرې درې بودي تصویرونه جوړولی شو چې د یوې مخصوصې ښیښې له لارې لیدل کیدای شي چې موږ یې هالوګرافیکه ښیښه بولو. سویسی شرکت ویری داسې یو خاص فلم جوړ کړی چې کله د ښیښې د دوه ټوټو ترمنځ ځای کړل شي د لینز په توګه کار ورکوي. کله چې د سافټویر او د لیزر له خورونکي سره یو ځای د موټر په داشبورډ باندې نصب شي، د ای آر د نورو محتویاتو برعکس چې د خاصو عینکو له لارې لیدل کیدی شي، چلوونکی د موټر د مخې په ښیښه کې د ای آر په بڼه مجازي محتویات کتلی شي. موږ له انکسار نه په ګټه اخیستو رڼا مستقیما د انسان د سترګو شبکې ته منعکسوو. په دې توګه د یو واقعي درې بودي شي په توګه لکه څنګه چې په حقیقت کې وي ښکاري. په دې توګه د حقیقي شي لخوا د رڼا وتلو لړۍ ته ورته حالات رامنځته کوو. د لارموندلو تر څنګ په موټر کې د موجودو سنسرونو په کارولو سره د مخې ښیښه کولی شي د خوندیتوب هغه معلومات هم ښکاره کړي چې نور موټر، پلی روان کسان او نور شیان کشفولی شي. خو د ویرې له ټکنالوژي څخه د موټر د ښیښې برسیره د الوتکو، ریل ګاډو او ودانیو په ښیښو کې هم ګټه اخیستل کیدی شي. د اضافي واقعیت یا ای آر له ټکنالوژي څخه په هر ډول شفافې یا روښانه سطحه کې د کار اخیستو امکان شته. په راتلونکي کې ښایي کارونکي په ښیښه کې د هالوګرافیکو تصویرونو له لارې ګیم ووهي، ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی پیدا کړي او د لیدونکو شیانو په هکله معلومات پیدا کړي. د ویرې شرکت بنسټ ایښودونکی وایي د 2023 کال په شاوخوا کې به د ځینو موټرو د مخې په ښیښو کې د ای آر ټکنالوژي ځای پر ځای شي. یک ټکنالوژی جدید مددکاران اجتماعی که در بخش حمایت از کودکان در امریکا کار میکنند را کمک میکند تا بهتر تصمیم بگیرند و به موقع در قضایای کودک‌آزاری کمک کنند. الگوریتم این تکنولوژی میتواند کودکانی را که در معرض خطر و شرایط کودک‌آزاری قرار دارند شناسایی کند. شرح بیشتر در این گزارش. برای مددکارانی که تلفن‌های درخواست کمک به کودک‌آزاری را جواب می‌دهند، نحوه رسیدگی به این ادعاها می‌تواند به معنی تفاوت میان مرگ و زندگی باشد. اداره حمایت از کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در منطقه الیگینی ایالت پنسیلوانیا همه ساله با دریافت حدوداً 16,000 تماس تلفنی مسئولیت بزرگی بر عهده دارد. در گذشته مددکاران قضایای کودک‌آزاری فقط بر اساس آموزش‌های حرفه‌ای و برداشت ابتدایی تحقیق روی هر قضیه را اولویت بندی می‌کردند. حالا یک الگوریتم با آنها کمک می‌کند و کار آنها را بهبود بخشیده است. ما هرگز به جایی که بودیم بر نخواهیم گشت و طور احساس کنیم که فقط برداشت ظاهری ما برای درک یک قضیه کافی است. الگوریتم ها از قبل برای تعیین اشتهارات آنلاین که مردم می بینند، تشخیص اعتبار مالی هر فرد برای دریافت قرضه و در ارزیابی متقاضیان برای مشاغل به کار برده می شود.
برنامه های کمپیوتری می تواند با سرعت بیشتر نسبت به انسان داده ها را جمع آوری، تجزیه و تحلیل کند و عاری از جانبداری انسانی می باشد. این در حال است که حتی برخی ها احتمال جانبداری الگوریتم را نیز رد نمی کنند. در سال 2016 منطقه الیگینی نخستین حوزه قضایی در ایالات متحده شد که از الگوریتم تحلیلی و پیشبینی به نوعی که به مددکار به حیث ارائه کننده نظر دوم کمک کند استفاده کرد. شمار کودکان که هر سال گزارش اذیت یا بی‌توجهی به آنها داده می شود و بیش از 7 میلیون تن می رسد. بنابراین نوع تلاش در واقع به مددکاران که در خط مقدم قرار دارند کمک می کند تا تصمیم بهتر بگیرند. وقت تماس تلفنی گرفته می شود، نام کودک، والدین و سوء استفاده کننده در مجموعه داده ها ذخیره می شود. ابزار ارزیابی خانواده منطقه الیگینی به ذخیره‌گاه داده ها مراجعه کرده و تمام داده های تنظیم شده درباره این خانواده را بیرون می کشند و آن را به شکل یک شماره خلاصه می کنند و این شماره در واقع نشان دهنده خطر در آینده است. هنوز هم مددکار که تلفن را جواب می دهد باید بر اساس ادعای فعلی تصمیم بگیرد. این ابزار از 1 تا 20 شماره دارد و شماره 1 کم خطر بودن و شماره 20 خطر جدی را نشان می دهد. آقای نویل می گوید که این ابزار گاه آنها را غافل گیر می کند. گاه اوقات تصور ما قضاوت ظاهری را تایید می کند و گاه ما را غافل گیر کرده و با خود می گویم که این همان چیز است که ما نمی بینیم. این گروه میگوید که همیشه از احتمال جانبداری ذاتی این ابزار آگاه بوده و خاطر نشان میسازد که مجموعه داده های نیروهای تطبیق قانون و خدمات اجتماعی به طور نامتناسب با اطلاعات افراد سیاه‌پوست و فقیر پر می شود. اما مطالعه منتشر شده در سال 2019 توسط پوهنتون استنفورد نشان میدهد که این الگوریتم منجر به تعصب نژادی کمتر در تصمیم گیری موارد احتمالی کودک آزاری در مقایسه با تجزیه و تحلیل انسانی می شود. این الگوریتم ها عاری از عیب نیست، اما طوری که گفتم فکر می کنم سازگاری بسیار مهمه برای نحوه استفاده ما از داده ها است. د درونونو د جوړولو او کارولو لپاره سره اوس هڅه روانه ده چې په ډیرو برخو کې ورڅخه ګټه واخیستل شي. د بریتانیا د شاهي پوستي خدمتونو اداره د انګلستان په جنوب لویدیځ ساحل کې د سیلی د ټاپوګانو لرې پرتو سیمو ته په ډرون باندې د طبي وسایلو، د کرونا ویروس د ازموینو د بکسونو او نور شیانو د لیږد لپاره په ازمایښتي ډول کار اخلي. نورحال ریپورټ کې په دغه ازمایښتي پړاو کې به د ټاپوګانو په داخل کې د بستو انتقالول هم شامل وي. د حکومت لخوا تمویلیدونکې دغه پروژه به په لومړي سر کې د ټاپوګانو لرې پرتو سیمو ته د شخصي خوندیتوب د وسایلو یا پی پی ای او د کووید 19 د بکسونو په لیږدولو باندې متمرکزه وي. بستې به د ثابت وزن لرونکي لوی ډرون لخوا چې شاوخوا 100 کیلوګرام وزن لیږدولی شي د ټاپو د سنت ماري هوایي ډګر ته انتقال شي. له هغه وروسته به یو کوچنی ډرون چې د سکای سپورتس د شرکت لخوا اداره کیږي په ټاپوګانو کې د انتقال یو شمیر مشخصو نقطو ته انتقال کړي. د شاهي پوستي خدماتو اداره وایي ډرون به شاوخوا 113 کیلومتره د الوتنې پر وخت ټاکل شوي مقصد ته تر رسیدو پورې له نظره غایب وي. دغه اداره وایي که ازمایښتي پړاو بریالی شو، له دغې ټکنالوژۍ څخه به د بریتانیې په ټولو لرې پرتو سیمو کې د پوستي مراسلاتو او بستو د انتقال لپاره کار واخیستل شي. With deliveries, I think. زه فکر کوم هغه کسان چې دلته د پوسی مراسلاتو او بستو د انتقال په برخه کې کار کوي په دې موافقه لري چې موږ مرسته ته اړتیا لرو. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې درونونو هم د روباټیکو وسیلو د صنعت په څیر ښه پرمختګ کړی او له درونونو څخه د اړینو طبي توکو په لیږد برسیره د عکاسۍ او یو شمیر نورو کارونو لپاره هم کار اخیستل کیږي. دا و د دې اونۍ کاروان. هیله ده د خپرونې ټول مطلبونه مو خوښ شوي وي. د یادونې وړ ده چې د کاروان او د آشنا تلویزیون خبري خپرونې له طلوع نیوز او لمر تلویزیون څخه خپرېږي. د کاروان خپرونه هره جمعه د شپې پر 10:30 له طلوع نیوز او په 11 بجو پر طلوع او لمر مه هېروئ. هیله ده د تل په څیر له موږ سره واوسئ. تر بیا الله مو مل شه.